دوستان عزیز حضر مدرم، حالا باید به این سوال پاسخ بدهیم که از نظر سیاسی راه حل بنیادگرایی چیست؟ امروز در آسیا و آفریقا گروه های مختلف بنیادگرا به ویرانگری و ترور تحت نام اسلام مشغولند و جنایات آنها که تا پاریس، بروکسل و کوپنهاگ امتداد پیدا کرده جامعه بشری را به خطر انداخته است. راستی راه مهار این خطر چیست؟ و نقطه کانونیان کجاست که اگر فرو بریزد پدیده بنیادگرایی به پایان رسیده است؟ پاسخ را باید در مقابله با دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران یافت، چرا که رژیم قلب مشکل است و حمایتش از دیکتاتوری بشار اسد و مالکی در سوریه و عراق باعث ظهور شبه نظامیان بنیادگرا و داعش شده است. بر همین اساس سکوت در مقابل دخالت‌های فاشیسم دینی حاکم بر ایران در سوریه، عراق و سایر کشورهای منطقه و همکاری با آن به بهانه مقابله با داعش یک اشتباه بزرگ استراتژیک است. خامخیالانه است که از آتش افروز بخواهیم که آتش را خاموش کند. به عکس، سیاست صحیح این است که از رژیم ملاها در عراق و سوریه خلعیت شود. رژیم ایران پایه‌گذار اغلب جنایت ها و پلیدی هایی است که گروه های بنیادگرا با تقلید از الگوی حکومت آخوندها بخشی از آن جنایت ها را تکرار کرده و می کنند. راستی در دو دهه آخر قرن 20 چه کسی سنگسار را رسمیت بخشید؟ چه کسی چشم در آوردن و دست و پا بریدن را به عنوان مجازات وارد قوانین خود کرد؟ چه کسی بیشترین شمار زندانیان سیاسی را از جنگ جهانی دوم به این سو قتل عام کرده است؟ در تاریخ معاصر اولین بار چه کسی فتوای قتل یک نویسنده خارجی را صادر کرد؟ و چه کسی خلافت ارتجایی را دوباره زنده کرد و الگو قرار داد؟ بله، همین رژیم ولایت فقیه، پدرخوانده تروریسم، دشمن ملت‌های خاورمیانه و تهدید اصلی صلح و امنیت جهان.